دانشجویان و دانش آموزان شرکت کننده در این دو رشته پس از ورزکشی سازه های ماکارونیشان بارگزاری راندمانی و هدفمند سازه هایشان را آغاز کردند. دوستانی که اینجا مشارکت کردن تو این مسابقه خوشبختانه از حرفه‌ای ترین تیم های دانشجویی و دانش آموزی هستن. سه نفر داور اصلی داریم، دو نفرم کمک داورها هستن که در هر بخش ما این سه داور ما یکیشون در بخش هدفمند، یکیشون هم در بخش راندمانی اینها سازه ها بارگذاری میشه. وزن تحملی سازه نسبت به وزن خود سازه معیار برتری تیم ها در رشته راندمان است. چند کیلو شکر؟ فکر کنم 28 کیلو. یه ما تلاش خود نکردیم، یه سازه دیگه داریم باز. این سازه همون وقتی میخواستیم حملش کنیم یه کشششی هست دوچار مشکل شد و شکست و میدونستیم مقاومتش کم. تحلیل هایی که کرده بودیم باید 170 کیلو میزیم. یه خورده میز از آزه نه استکاکش خیلی کمه، یه خورده درستش کردیم ولی خب بازم اون چیزی که مد نظرمون بود نشد. داشتی چی میگفتی؟ هیچی مهم داشتی میگفتی سازه خوب بود؟ فقط ریسمانش باره. آره بد باره شد. نشکست آقه. رو وزن چند؟ 38 روز بکارم. راندمان میگه چند برابر وزن خودش تونست تحمل بکنه. از 5 شروع میشه؟ بله میگه میره بالا. مثلا راندمان های 50 100 200 داریم تا احتمالاً راندمان 700 و 800 هم احتمالاً امروز ببینیم. سبک‌ترین سازه با تحمل بار مشخص شده در یک زمان تعیین شده هم معیار برتری تیم‌ها در بخش هدفمند است. تمرکزتون رو ساده باشه، هیچ حواست به کسی نباشه. نمیدونم مشکل کجا، ما دیروز همه تلاشمون رو کردیم ولی چشات پر اش شد. قرار نیست که حالا با یه مسابقه. حالا دیگه بالاخره کلی زحمت کشیدیم. آدم خود ثمره زحمتشو ببینه. همین که تونست سازه‌ای بسازه که وزنه مسابقه رو تحمل بکنه این واقعا دستشون درد نکنه داره. مطمئن بودم تحمل میکنه، فقط نگران وزنش بودم. الان رقابتتون تنگاتنگ شده. دقیقاً، چون همه سازه‌ها وزنشون کمتره ولی ممکن نگردن، ولی ما وزنمون زیاده و نگه داشتیم واسه همین ممکنه مقام نیاد.